آسمان می گرید، زمین می گرید، همه موجودات و همه انسانهای مؤمن و عاشق سر در گریبانند. مگر چه روی داده است؟ شاید عزای بهترین بهترین آفریده های خداست، داغی که از اوایل محرم بر جگر ما افتاد، لحظه به لحظه، روز به روز سوزناکتر شد تا در این شبها و روزهای آخر سفر به اوج خود رسید. آجرک الله یا صاحب العصر و الزمان فی مصیبت جداک. یا صاحب الزمان، تسلیت عرض میکنیم. این شبهای حزن‌آلود، این روزهای غم‌افزا، در مصیبت جدت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در مصیبت جدت امام حسن ابن علی المجتبی علیه السلام، در مصیبت پدر بزرگوارت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. عرض سلام، درود و احترام خدمت یکایک شما مؤمنان، شما عزاداران این شبها و روزها، تسلیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. توفیق است تا از مسیر شبکه جهانی هادی تیوی با برنامه ویژه برنامه بر آستان خورشید برای سومین شب در خدمت شما بزرگواران باشیم. از کنار مسجع و بارگاه نورانی و ملائک پاسبان سامن الائمه حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نایب زیاره شما بزرگواران هستیم. امیدواریم اگر ما با پای تن توانستیم به این زیارت بیاییم، اگر شما از بعید و با پای جان با چشمهای مهربانتان ظاهر هستید، زیارتتان قبول باشه انشاءالله. در خدمت شما بزرگواران هستیم، امیدواریم بتوانیم این افتخاری که نصیب ما شده قدر بدانیم و آنچه که حاصل دسترنج همکاران ما هست تقدیم شما بزرگواران بکنیم و بهترین نحو. توفیق داریم در این شبها و در این ویژه برنامه در خدمت اندیشمند متفکر، صاحب نظر، دلسوخته این مکتب جناب استاد سجادی بزرگوار باشیم و فرصتی بسیار ارزشمند است تا از محضر ایشان استفاده ببریم. استاد سجادی عزیز سلام علیکم، تسلیت عرض میکنیم این مصیبت عظما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، فرزند غایبش ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه شریف، تسلیت ویژه دارم. بخیرتون بیت استاد، با توجه به همه گرفتاری هایی که داشتین دعوت برنامه را در این شب ها لبیک گفتین، ما می توانیم باز هم از این فرصتی به وجود آمده که هر چند بسیار کوتاه است و عزیزان بیننده هم حتما دوست داشتن بیشتر ما از فرمایشات شما استفاده ببریم، ولی باز هم این فرصت اندک که ما غنیمت می شماریم و بحثی که در این شب ها حتما عزیزان دنبال می کنن، ما در محضر شما بالاخره یاد می گیریم تأثیر الگوگیری از معصومین علیهم السلام در تکامل انسان هست. در دو شب گذشته حضرت عالی بسیار دقیق و پایه‌ای و اساسی به این مطلب پرداختین و بسیار مفتخر هستم بنده به عنوان میزبان عزیزان در خدمت شما استاد عزیز باشیم. در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشاره کوتاهی کنیم که متون این مطلبی را که عرض میکنیم قبلا عرض شد و تقدیم حضور بینندگان عزیز گردید که الگو چطوری به وجود میاید. چرا این مطلب را تکرار میکنیم به صورتی واضحتر؟ برای که بناست همه اقتدا کنیم به الگو. پس راه و روشی حرکت دنبال الگو رو باید بلد باشیم و بدونیم چجوری میتوانیم که در مسیری حرکت کنیم که الگوهای ما اون مسیر رو پیموده اند. ما عرض کردیم که در آیه کریمه این مطلب مطرح شد که من کان یرید العزه، کسی که دنبال قدرت هست. قدرت همون چیزیست که ما رو به مطلوب ما میرسنه، شکست نمیخوره، ارادمون نمیشکنه، پیروز میشه، به اهدافمون میرسیم. لذا از این توانمندی که ما رو به هدفمون میرساند تعبیری به عزت میشه. من کان یرید العزه، کسی که قدرت میخواهد، فلله العزه جمیعا، تمامی قدرت ها از آن خداونده، تمام قدرت ها در تمام زمینه ها. ببین ممکنه که یه افرادی پیداشون در یک زمینه قدرت داشته باشه، قدرت نویسندگی داشته باشه مثلا، یا قدرت گویندگی داشته باشه، ولی قدرتی که ویژه خداونده همه بعدیه، تمام زمینه ها رو شامل میشه. خب کسی که میخواد به قدرت برسه، قدرت به صورت کامل از آن خداونده. خب پس چطوری حرکت کنیم؟ چطوری تقرب بجیم به خداوند؟ چجوری تلاش کنیم که خداگونه رفتار داشته باشیم؟ خلیفه خدا در روی زمین باشیم؟ جواب این سوال را دنباله آیه مطرح میکند. الیه یصعد، به سوی خداوند صعود میکند، بالا میرود. تیب کلمه طیب، انسانی معتقیدی به توحید میتونه بالا بره که چیکار کنه؟ کسب قدرت کنه. خب وسیله بالا رفتن چیه؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح او را بالا میبره. پس راه را به گونه ای برای ما توضیح داد که اگر کسی حرکت شروع شد و گامهایش را عمل صالح تشکیل میداد و همه بعدی هم نگاه کرد به قدرت، دنبال توانمندی همه بعدی بود، این در مسیر الگو شدن پیش میاد. خب کسانی موفق میشه که این مسیر را با موفقیت طی کنه. یعنی اینها صعود میکنه، بالا میره، عمل صالحشون همه جانبه، اینا به قدرت میرسه. خب از کسانی که این گونه زندگی میکنن و چنین پیشروی دارن، از اینا تعبیر میشه به سرمشقها و الگوها. چرا؟ برای که اینا صراط رو پیدا کردن و پیمودن. لذا در نماز واجبه که ما سوره حمد رو بخونیم. وقتی واجبه، خب در سوره حمد پیمودن صراط مستقیم خواسته شده. یعنی 10 بار در روز واجبه که ما به خود تذکر بدیم ما باید صراط مستقیم رو طی کنیم. یعنی به سمتی، به افقی که ما به اون افق رسیدیم، الگو میشیم، باید نگاه کنیم. برای اینکه در این حرکت موفق باشیم، این صراط رو کیها طی کرده و کیها پیموده؟ آیه جواب میده، صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم رو اهل نعمت پیدا کرده و پیشرو قرار داده و پیشروی کرده. خب در اینجا این مقدار توضیح میده که صراط مستقیم همون صراط اهل نعمت، صراط الذین انعمت علیهم،
کسانی که نعمت خداوند شامل حالشون شده این صراط را میپیماین یا پیمودن. در واقع استاد شما فرمایین که نعمت واقعی پیدا کردن همین صراط مستقیم است. ببینید توضیح نعمت واقعی نتیجه پیمودن هم. کسانی که این مسیر را پیدا میکنه و طی میکنه نعمت خداوند شامل حال اونم شونه کیه؟ چار گروه. اهل نعمت چار گروه. انبیا هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن و صالحین. اینا مشمول نعمت الهی شده. اما اینکه خود این نعمت چیه؟ اون نعمت نیاز یک بحث جداگانه داره. اینا مشمول نعمت الهیه. پس هر کی میخواد مشمول نعمت الهی شوند، گام اول اینه که حرکت کنن. خب مطمئن باشن که با صالح سازی عمل پیشروی میتونن بکنن. در عین حالی که حرکت میکنن باید سرمشق بگیرن از کسانی که این راه را پیموده ان یا در حال پیمودن هستن. برست. که اون چهار گروه هستن. بسید قبل از اینکه چهار گروه را شما اشاره بفرمایین، بله. من بزان بیننده اعلام بکنم که در این لحظه که تصویر و صدای ما را از این استودیو میشنون، پس در خلال برنامه به صورت زنده و مستقیم تصاویر از بارگاه ملکوتی امام علی بن حسین رضا علیه السلام تقدیمشان میشه. امیدوار هستیم که این قلیل تدارک و این قلیل پیشکشی را از ما قبول بفرمایید. در این شبها و روزها بالاخره سعی کردیم با توجه به امکاناتمان شما ایزان زائر این بارگاه و آستان بکنیم. در لحظه لحظه این زیارت مجازی انشاءالله دعای خیر شما را ما از شما ملتمسیم. استاد از درخمه شما هستیم. این چهار گروه قدر مسلم و صورت کاملتر شامل پیامبر عزیز اسلام و عصرت می شوند. چون وقتی میگم که من النبیین، خوب سر سلسله انبیا پیامبر هست. صدیقین، شهدا، صالحین شامل فرزندان معصوم پیامبر میشه و حضرت زهرا سلام الله علیها. پس ببینید اینا اهل نعمت، اینها صراط مستقیم رو پیمودن، در صراط مستقیم قرار دارن و هر کی بخواد راه همینه. یه سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که اگر پیامبر با عنوان پیامبر، با عنوان نبی مورد نعمت الهیه، آیا ویژگی هم داره؟ نداره. ائمه معصومین علیهم السلام که مورد نعمت الهی هستن و سرمشق هستن، آیا ویژگی هم داره؟ نداره. ویژگی های یک الگوی درجه یک، درجه یک ممتاز هم داره نداره. چون ببینید ما برنامه ما مربوط میشه به ایام شهادت پیامبر اسلام و دو فرزندش، بله. که از این فرصت استفاده کنیم، تسلیت عرض میکنیم برای همه عزیزان و بینندگان و امیدواریم که قدردانی این ایام باشیم. مقصود اینه که در تعهدمون کوتاهی نکنیم، در تصمیممون بر الگوگیری کوتاهی نکنیم. خب آیا تفاوت وجود داره یا نه؟ این تفاوت کجا بیان شده؟ اگر با عنوان نبی مشمول نعمت الهی، خب یک الگوی معمولیه، هر پیامبری الگویه. چون آیه همین رو میگه، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، همین رو میگه. هر پیامبری الگو هستن، پیامبر ما الگو هستن. اگر ویژگی نداره، اگر امتیازی نداره، پس بنابراین با عنوان یک پیامبر الگو هستن. ما خب به عنوان همون جوری که به حضرت ایوب توجه داریم، ازش سرمشق میگیریم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت سلیمان و بین معصومین علیه السلام و بین اوصیا الگو میشناسیم، همونجور با پیامبر و اولادش هم توجه کنیم و الگو قرار بدیم به همون اندازه. اگر ویژگی نداره، اگر ویژگی داره که ما جدیتر به مسئله برخورد کنیم، اون ویژگی کجا مطرح شد؟ ما باید ویژگی شناسی اهل نعمت رو مورد توجه قرار بدیم و مطالعه کنیم. تمام انبیا ویژگی هایی دارن، ویژگی هایی دارن، منتها در ویژگی ها پیامبر ممتاز.
ویژگی خاصی داره که باید اون ویژگی مورد مطالعه و شناسایی قرار بگیره. اگر مورد مطالعه قرار ندهیم و قرار نگیره، ما در سرمشگیریم و ناکامیم. پس مسئله خیلی جدیه، مسئله خیلی جدیه. ببینید سوره شرح بیانگری ویژگی رفتاری و سیرهی پیامبر عزیز اسلام و باید با همین نگاه مورد مطالعه قرار بگیره. ببینید چند تا ویژگی مطرح میکنه در این سوره برای زندگی پیامبر، چند تا ویژگی مطرح میکنه و چند چیز را که خداوند به پیامبر داده در اثر چی داده؟ در اثر اینکه پیامبر اون چارچوب کلی رو تایید کرده. و ما عرض کردیم شبای گذشته، عرض کردیم که این که الهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، در مورد پیامبر در یک آیه اینجوری توضیح میشه، قل بگو به مردم بگو که ما در چی زمینه ها حرکت کردیم به سوی خداوند با عمل صالح. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بله، چهار محور اساسی، حتی مرگ پیامبر هم برای تقرب به خدای و این خیلی مطالعه میخواد. آیا ویژگی داره حرکت پیامبر، اعمال پیامبر در این بستر، در این بستری که خود حضرت اشاره میکنه؟ سوره شرح این ویژگی ها رو توضیح میده. استاد ما همینجا به عزیزان بیننده دوباره یادآوری بکنم، البته اول به خودم و بعد عزیزان، که ما بارها در این سه شبی که امشب و دو شب گذشته ما بارها از شما آیات قرآنی را مرور کردیم و در محضر شما دوباره تکرار کردیم و یاد گرفتیم و حتما عزیزان بزرگوار میخواییم که اگر امکانات نوشتن در کنارشان هست، حتما این آیات و سوره هایی که استاد میفرمایند در خلال بحثشان حتما یک یادداشتی داشته باشین و بعد از اتمام برنامه رجوع بکنین به کتاب آسمانی و انشاءالله دوباره در تفاسیر مرور بکنید. انشاءالله این مطالبی که حضرت استاد میفرمایند اونجا دوباره تکرار شوه و انشاءالله ما یاد بگیریم. استاد ما در شبهای گذشته بارها و بارها به قرآن کریم رجوع کردیم و شما در واقع به صورت اساسی به پایه‌ای از خود قرآن شواهد و اسنادی را آوردین برای این الگوهای درجه یک. امشب سوره شرح در خدمت شما هست. یک تذکر ما هم خدمت دوستان عرض کنم، برای ثواب گوش نکنم، برای یافتن راه زندگی گوش کنن، راه ترقی گوش کنن، راه موفقیت، راه تکامل گوش کنن. برای این اساس مجبوره که این متون رو مطالعه کنه در تفاسیر معتبری که ما در اختیار داریم. خب در سوره شرح مطلب چگونه بیان شده؟ اولین نکته ای که توضیح داده شده، داده های خداوند را تذکر میده و این داده ها به برکت کارهایی است که پیامبر انجام داده به عنوان عمل صالح، چون عمل صالح واسطه ترقی و تکامل. خب به پیامبر چی داده؟ شرح صدر. این حوصله‌مندی که خدا به پیامبر داده، چون پیامبر خواست و گام برداشت، حرکت کرد، خداوند شرح صدر داد. هیچ پیامبری مثل پیامبر ما حلم و بردباری نداشت. اگر ما حلم پیامبر را و بردباری پیامبر را و استقامت پیامبر را مطالعه نکنیم، ما پیامبر شناسی ما ناقصه. خب علم نشرح لک صدر، چون قانون خدا اینه، سنت خدا اینه که اگر عبد بنده چیزی را بخواهد و مطلوب باشه، خدا هم کمکش میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدى و اتاهم تقوا، خدا میگه. خب این داده اول. داده دوم، و وضعنا عنك وزرك، اون بار سنگینی که کمرشکن بود اون بار برداشته شد. نه اینکه ما تکلیف رو برداشته، نه، موفق شده که اون بار را به سرمنزل مقصود برسانی. اون بار چیه؟ کسیش تعبیر شده و بار سنگین و الذي انقض ظهرك، کمرشکن بود.
یعنی هیچ پیامبری این بار را به گونه یک پیامبری ما برداشته بر نداشته و با موافقم شده و سرمنزل مقصدم رسونده. یعنی تمام وظایف و تکالیفی که به عهده پیامبر قرار گرفته بود که الگوی بشریت باشه و سرسلسله انبیا باشه، پیامبر موظف شد که اون تکالیف را انجام بده و به بهترین شکل هم انجام بده. چرا؟ برای که ما از وظایف مؤمن این را می‌داریم که انسان مؤمن ممتحن میشه که آیا زیباترین عمل را انجام میده نمیده. پیامبر مشکلترین مسئولیت ها را قبول کرده و با زیباترین شکل و نمونه ارائه داده از خود به یادگار میشه. بسیار تشکر میکنیم استاد ارجمند. جناب استاد سجادی، دقایق چند در خدمت عزیزان در اتاق فرمان هستیم و دوباره انشاءالله در محضر شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رحمت للعالمین. پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا. با مرگ تو رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران چنین قطع نشد و آن نبوت و فرود آمدن پیام و اخبار آسمان. مصیبت تو دیگر مصیبت دیدگان را تسلی دهنده است. پس از مصیبت تو دیگر مرگ ها اهمیتی ندارد. از طرفی این یک مصیبت همگانی است که عموم مردم به خاطر تو عزادار شدند. اگر نبود که امر به صبر و شکیبایی فرموده ای و از بیتابی نهی نموده ای، آنقدر گریه می کردیم تا اشکهای من تمام شود و این درد جانکاه همیشه در ما می ماند و حزن و اندوه من دائمی می شود. که همه اینها در مصیبت رحلت تو کم و ناچیز است. سختی مصیبت رحلتت ای پیامبر خدا به قدری زیاد است که مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد. اما ما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در قلب خود احساس می کنیم. سلام و صلوات خداوند بر خاتم انبیا و فخر انسانها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر او. ای رسول خاتم، سلام و درود خداوند بر تو باد. ای فرستاده خوبی ها، ای مهربان ترین فرشته خاک، تو از ملکوت آسمان به زمین فراخوانده شدی تا انسانها را با معنای واقعیش آشنا کنی. تو آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دلها برآمدی و صدها افسوس که اکنون آسمان تبدار و صدها افسوس که اکنون آسمان تبدار غروب جانگداز توست. آه خدایا، کدامین زبان و کدامین قلم یارای بیان و نوشتن گوشه‌ای از غم عظمای رحلت سراسر حزن و اندوه پیغمبر گرامی اسلام، آن خورشید درخشان آسمان نبوت و چشمه جوشان تقوا را دارد. او که نمونه یک انسان کامل و دارای همه خصوصیات انسانی و اسلامی بود. کدامین قلم است که از تو به صورتی بایسته و شایسته یاد کند؟ یا محمد، از رحلت تو چه بگوییم و چه بنویسیم که براستی وصف این غم بزرگ، این رحلت جانگداز و وصف کبرا و داهیه عظما
در توان کدامین قلم و کدامین بیان می گنجد. السلام علیک یا رسول الله، یا رحمت الله الواسعه. ای آسمان گرفتی از ما سه مقتدا را، ای آسمان گرفتی از ما سه مقتدا را، پیغمبر و رضا و امام مجتبا را. در این عزای عظما عالم بغم نشسته، سکان کشتی دین زین ماجرا شکسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلك اعداهم اجمعین. عرض سلام مجدد و تسلیت خدمت یکایک شما بزرگواران. همچنان در بخش دوم براستان خورشید به صورت زنده و مستقیم از بستر جهانی شبکه هادی تیوی در خدمت شما بزرگواران هستیم، میزبان شما و نایب و زیاره شما از کنار حرم و بارگاه سراسر نور حضرت سامل الائمه امام علی بن سرزا علیه الصلاه و السلام. امیدواریم در این بخش هم همچنان همراه ما باشید. مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباطی شما با برنامه خودتان براستان خورشید هست. از این طریق میتونید هر گونه پیامی که دارید، پیام‌های صوتی، تصویری و دلنوشته‌های خودتان برای ما روان کنید. ما این پیام‌های بسیار ارزشمند با نام شما در برنامه انشاءالله عنوان خواهیم کرد. در این لحظه فرصت غنیمت میدانم در ابتدای بخش دوم سه شماره را انشاءالله بخوانیم و وظیفه خودمان انجام بدیم و از این عزیزان تشکر بکنیم. مثبت 93 78 4 شماره آخر 85 99 عزیز دل ما از کشور عزیزمان افغانستان. همچنین مثبت 92 310 4 شماره آخر 12 16 هموطن ما از کشور پاکستان و همچنین مثبت 98 935 4 شماره آخر 56 31 برادر عزیز ما از کشور جمهوری اسلامی ایران با برنامه خودشان در ارتباط شدند، التماس دعا داشتند و ما هم به این مقدار وظیفه خودمان انجام دادیم. امیدواریم مورد قبول عزیزان واقع شود. در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش دوم، همچنان در محضر استاد ارجمند جناب استاد سجادی. استاد سجادی سلام مجدد دارم و تسلیت هستم. خدا انشاءالله که حوایج این دوستانمون را هم برآورده کنه که از راه دور ارتباط برقرار کردن با امام رضا صحبت کردن، انشاءالله که معجور باشن. خب عرض کردیم که تکالیفی را که پیامبر برداشته از سنگین ترین تکالیف بوده. ما به صورت تجزیه‌ای بیان نمیتونیم تکامل فرد و جامعه. طبعا چنین هدفگیری موانع متعدد داره، مخالفین متنوع داره، سنگ اندازی های سنگین داشته و داره و خواهند داشت. پیامبر باید با این مشکلات به گونه رویارویی میکرد که مانع رسیدنی به هدفش نمیشد و هم فرد را در مسیر مستقیم قرار میداد و هم جامعه را. تا جامعه بشه کنتم خیر امت اخرجت للناس و فرد بشه افرادی که کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکولها کل حین باذن ربها. خب پیامبر چنین بار سنگین را برداشت و به سر منزل مقصود رساند. البته طبعا در این زمینه سوال های وجود داره که فرصت میخواد که به اون سوال ها پاسخ بده. استاد عزیز، آیاتی که در خلال فرمایشاتون عنوان میکنین خیلی دوست داریم ترجمه اش هم از شما داشته باشیم تا بزرگوارانی که بالاخره حتما بالاخره فارسی زبان هایی که عربی زیاد. البته درسته، ما چون بحث متمرکزه بله. دوستانی که علاقمند میشه بلا فاصله امروز تفاصیل در موبایل ها هست، برداره آیه رو پیدا کنه، ترجمه شده در تفاسیر نمونه، تفسیر المیزان،
با تفسیرهای بزرگ دیگر مطالعه کنه، قشنگ مطالعه کنه. بله. با ترجمه مشکل حل نمیشه. بله. ما سعی میکنیم استاد که آدرس آیات به صورت دقیق از بله. شما بگیریم و خدمت ایزان ارزه کنیم. فرمایش درسته. بله. خب ببینید، سومین چیزی را که خدا داد، نتیجه را که خدا داد، و رفعنا لک ذکرک، نامت بالا رفت، جهان را پر کرد، چون خدمتت بزرگ بود. با شرح صدر اهداف را دنبال کردی، تکالیف را انجام دادی و آوازت جهانی شد. چقدر تکالیف سنگین بود؟ سنگین بود. بله، چون موفق شدی نمره بالایه. و رفعنا لک ذکرت و رفعنا. خب پس چیکار کرد پیامبر؟ توضیح میده. مگر پیامبر چیکار کرد؟ خب فإن مع العسر یسر، چون کارای تو همش دشوار بود، تکالیفت همش دشوار بود، و تکالیف دشوار را که انجام میدی، هر تکلیفی با یک موفقیت همراه هست، با یک موفقیت انجام میدی. ببینید، جنگایی که بر پیامبر تحمل شد، مصائبی که بر پیامبر تحمل شد، بعد از شهادتش چی مصیبت هایی به سراغش آمد و برای امت چی مشکلاتی پیش آمد. پیامبر به گونه ای عمل کرد که تمام این مشکلات حل شود و ممانعت از پیشروی اسلام به وجود نیاید و اسلام در حال ترقی و پیشرفت باشد. این کار سخت و خداوند پاداش رو همین داد که نامش خیلی بالا رفت، خیلی بالا رفت. لذا ما در مورد آیه که مربوط صلوات میشه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، نام پیامبر رو جهانی کرد. بر اساس این تمام فرشتگان در هستی بر پیامبر صلوات و سلام میفرستند. پس بشریت هم باید بیایه در این مسئله با فرشتگان، با خداوند همصدا شود. خب همصدا شدن چی؟ یعنی سرمشقگیری از پیامبری که سنگین‌ترین تکالیف را انجام داده با تحمل مشکلات بسیار سنگین و کمرشکن این را انجام داده. خب اگر پیامبر چنین زحمتی کشیده، ببینید، کان طبیب و کان طبیب دوار به طبی، یعنی زندگیش اینجوری سپری شد، پزشکی بود، دکتری بود که می دوید که بر مردم، بر امت، بر مسلمان ها، بر انسان ها، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، سوره جمعه آیه 2. اینجوری عمل میکرد. خب حالا که اینجوری شد، حالا که اینجوری زندگی میکرد پیامبر اسلام، آیا آیه که اول تلاوت کردیم با هم بخونیم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. آیا ما این پیامبر را با این ویژگی ها مورد شناسایی قرار دادیم؟ سیره اش را به مطالعه گرفتیم؟ با تکالیف سنگینی که بر دوش پیامبر گذاشته شد آشنایی داریم؟ اگر نداریم، از فرصت استفاده کنیم، در ایام مصیبت اون حضرت بریم با خدا تعهد کنیم، با پیامبر تعهد کنیم که سیره زندگی حضرت رو مطالعه کنیم، که تکالیفی که پیامبر به مقصد رسانده چرا چقدر سنگین بوده و اون سنگینی ها چگونه قابل تعریفه. استاد عزیز، عالم میتونیم جواب بدیم به اولایی که مدعی هستن و گاهی وقت متاسفانه ادعا میکنن که چرا پیامبر شد الگوی ویژه، چرا ما نشدیم؟ چی پیامبر چی کرده بود؟ اگر این آیات قرآن به همین دقتی که حضرت عالی فرمودین ما دوباره و دوباره و بارها و بارها بررسی کنیم، به تکالیف سنگینی، به وظایف سنگین و بارهای سنگینی میرسیم که حضرت تحمل کردن تا جایی که خدا و ملائکش بر این نبی صلوات فرستادن، درود فرستادن و این امتیاز و این الگوی ویژه در اینجا خودش مشخص کرد. ببینید، ما
این که ویژگی های تکالیف پیامبر از اونها سنگینی تکالیف، اگر متوجه بشیم عظمت پیامبر در میکنیم. میبینید در سخن از خود حضرت آمده که هیچ پیامبر مثل من اذیت نشده، ولی این پیامبری که در حیاتش این همه اذیت شد هیچ وقت نفرین نکرد، گفت اهد قوم فانهم لا یعلمون. این مگه صبر، این مگه استقامت؟ آیا این استقامت در هستی تکرار شده؟ نه. ما اگر استقامت پیامبر را، صبر پیامبر را مطالعه نکنیم، نمیتوانیم که مقام و عظمت پیامبر را به صورت درست درک کنیم. و اینکه چطوری شد که کل بشر در آخر زمان همه مدیون پیامبر میشه، در نهایت که یملا الارض قسطا و عدلا محقق میشه، به برکت زحمات پیامبر، به برکت صبر و مقاومت پیامبر. خب حالا آیا ما آمادگی داریم که سرمشق بگیریم؟ که اون قدرت و عظمتی که پیامبر پیدا کرد، که هستی را تسخیر کرد، زمینه تسخیر فراهم کرد و سرانجام پیروز میشه، ما هم میتونیم قدرتمند بشیم. چرا؟ برای وعده خداوند، وعده خود بشیم. پیامبر را گفت که فإن مع العسر یسرا، تو دشواری ها را، سختی ها را تحمل کردی، خدا یسر داد، شرح صدر داد، آوازی بلند داد، خب بار را بار تکلیف را به مقصد رسان، توفیق داد. هر کس که اقتدا کنه به پیامبر، اقتدا کنه به پیامبر، چون جمله بعدی که این مع العسر یسرا مطلقه، فإن مع العسر یسرا مخصوص پیامبره. جمله دوم این مع العسر یسرا عامه، ای پیروان پیامبر، اگر شما هم قدم جای قدم پیامبر بگذارید، هدفگیریتون شبیه هدفگیری پیامبر بود، صبر و استقامتتون شبیه صبر و استقامت پیامبر بود، راه بندگی را اونگونه که پیامبر پیمود و اعلان کرد و فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اونگونه راه بندگی را طی کنید، شما هم به سهولت میرسید. نتایج شبیه نتایج پیامبر در اختیار شما هم قرار میگیره، هم به قدرت میرسید، هم به پیروزی میرسید، هم به یسر میرسید، با همه اینو میرسید، با شرطی که خب برین دنبال انجام بندگی خداوند تا در مسیر مستقیم قرار بگیرید، تقرب پیدا کنید و قدرتمند شید. چرا؟ فإن العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تمام مؤمنین رو شامل میشه. منتها بله، هر مؤمنی، نه خدا مؤمن، مؤمنی که یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا، مؤمنانی با این ویژگی میتواند که این راه را با اقتدای به پیامبر بپیماید و مسیر زندگیشون قرار بده. استاد خدا خیرتان بده، من بازم تشکر میکنم از شما. ما هنوز دقایق را فرصت داریم از این برنامه امشب، ولی من با اجازه میزبان، با اجازه عزیزانی که بالاخره در این برنامه هستن، من میخوایم دوباره از شما تشکر بکنم. یه فرصتی که در ایام شهادت امام حسن ابن علی ابن المجتبی، در ایام شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و در شب رحلت جانگداز جد بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، و این با عنوان یک کلاس درس ویژه به صورت فوق‌العاده برگزار شد در خدمت شما استاد. و ما هر شما زحمت کشیدین استاد، در واقع زحماتی که عزیزان ما در اتاق فرمان بالاخره و تدارکاتی که دیدن، هماهنگی‌هایی که انجام شد، این بود که ما حداقل بتونیم در محضر امام از فرمایشات حضرت عالی استفاده بکنیم. و ما میخواییم از شما امشب کمی بیشتر بشنویم از حضرت پیامبر، از زحماتی که کشیدن برای امتشان،
از این الگوی درجه یک، از این بالاخره مخلوقی که برای تمام مخلوقات اسوه بود، ولی متاسفانه همچنان کسانی بودند که این قدری اسوه را ندانستند، کسانی بودند که این الگو را به اندازه کافی نشناختند و متاسفانه جامعه در طول تاریخ دچار انحرافاتی شد. ولی ما تلاش داریم بعد از 1400 سال بعد از پیامبر همچنان بگوییم که ما در مسیر پیامبر هستیم و همچنان میخواهیم که در مسیر گام برداریم که پیامبر زحمت بسیاری در این مسیر کشیده. در خدمت شما هستیم به عنوان سلاله پیامبر، به عنوان یک استاد سختی دیده در این مسیر، یک کسی که بالاخره سالها درس خواندین، سالها دانش آموز داشتین، دانش آموخته داشتین در این مسیر، خدا خیرتان بده. ما همچنان یک 8 دقیقه وقت داریم و انشالله از شما خواهیم شنید. ببینید، مسلمان باید معذرت خواهی بکنه. ببینید، وقتی که ایام شهادت امام حسن مجتبی میرسه که نزد پیامبر بسیار عزیز بود، بسیار عزیز بود و امام معصوم بود، امام حسن مجتبی را که شهید کرد، کسانی به شهادت رسند که ادعای مسلمانی داشتند و کسان هم به تفاوت نشستند، تماشاگر بودند. امام رضا را کی به شهادت رسندند؟ خلفا، خلفای عباسی. و جامعه مسلمان هم ساکت نشستند، به تفاوت موندند. و خدا نکنه که ما در عصر حاضر که اون موانع تاریخی وجود نداره، ما هم در ایام شهادت پیامبر اسلام، در ایام شهادت امام رضا، در ایام شهادت امام حسن مجتبی، در ایامی که متعلق است به کربلا، کربلا رو کی به وجود آوردن؟ آیا مسیحی بودن؟ یهودی بودن؟ نه، مسلمان بودن. وقتی لشکری یزیدی خواست قیام روز نهم تاسوعا دستور حمله را داد، خطابش یا خیر الله ارکبی به جنت ابشری، درهای بهشت برای شما باز. ولی این راه را امام حسین انتخاب کرد، گفت برای که در این راه که من به شهادت میرسم، اصحابم به شهادت میرسم، بچه هایم به شهادت میرسم، خاندانم به اسارت میره، ولی ما به هدف میرسیم. چرا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول الله. تنها عاشورا و اربعین قدرت را دارد که بشر را تکون بده، مسلمان را تکون بده. بگه تو غافلی، پیامبر را اونگونه که باید میشناختی نشناختی، و عثرت را اونگونه که باید میشناختی نشناختی. چرا؟ برای که اگر تو قدم جای قدم پیامبر نگذاری، راه بندگی را پیدا نکنی، در مسیر عبودیت موفق با موفقیت گام بر نداری، ثم ردت ناه و اسفل سافلی. و جلوه سقوط کجای؟ جلوه سقوط فقر ما، ظلم ما، بیچارگی ما، سرفکندگی ما، این همه سقوط، جلوه سقوط. پس جا داره که ما در این ایام به خود بیاییم، مطالعه کنیم خودمون را. آیا ما به این آیه عمل کردیم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر اقتدا نکرده ایم چرا؟ آیا این بدبختی ها و سقوط ها و سرفکندگی ها دلیل این نیست که ما اقتدا نکردیم؟ اگر به عزت میرسیم، اگر ما اقتدا میکردیم به پیامبر اسلام، وعده خدا قطعیه، الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، ما قطعا کارهای ما شایسته میشد و ما در مسیر ترقی و قدرتمند شدن پیش میرفتیم. پس اقلا تردید کنیم، بازنگری کنیم، بازخوانی کنیم زندگی خودمون را، و انشاءالله امیدواریم که توفیقی بازخوانی زندگی رو خدا با ما و شما عنایت کنیم انشاءالله. استاد عزیز، ما بارها توفیق داریم که قرآن میخوانیم در طول سال، حتما عزیزان بیننده
توفیق دارن بیشتر از بنده قرآن بخوانند، دور کنند در مجالس مختلف. همین آیه را، آیه اسوه که معروف است، آیه اسوه در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و بسیاری از آیاتی که حضرت علی در این سه شب برای ما عنوان کردیم، برای ما تکرار کردیم و ما دوباره به خودمون تلنگر بزنیم که این آیات چقدر حرف داره برای گفتن، چقدر دنیایی از معارف هست که متاسفانه ما همیشه مغفول هستیم. ما فقط میخوانیم، حالا متاسفانه ما سعی میکنیم که خودمان اهل قرآن بدانیم، خودمان متمسک به اهل بیت علیهم السلام بدانیم و در واقع به حدیث نبوی که حضرت در آخرین روزهای عمرشان بارها و بارها تکرار کردن، در طول عمر با برکتشان هم بارها مردم از حضرت شنیدن که گفتن چیزی که در واقع با آن بعد از من متمسک شوید و هرگز دچار گمراهی نخواهید شد، این دو چیز سنگین و گرانبها قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست. ولی متاسفانه بارها و بارها در طول تاریخ ما یا هر دوی اینها را گم کردیم یا یکی را گم کردیم و فکر کردیم با یکی میتونیم نجات پیدا کنیم. و اگر بالاخره ما دوباره نگاه کنیم به این آیات و فرصت از این فرصت و از این شبها و برکت این لحظاتی که بسیار مهم و ارزشمند هست، لحظات حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام، لحظات مصیبت آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، حداقل کمی تلنگر بزنیم. ما خودم عرض میکنیم استاد، کمی تلاش بکنیم که بیشتر قرآن بخوانیم، ولی دقیق تر قرآن بخوانیم، ولی مفهومی تر قرآن بخوانیم و سعی بکنیم همونطوری که حضرت عالی فرمودید بیشتر یادگیرنده باشیم، نشنونده. و انشالله که در این دو سه دقیقه که از برنامه امشب مانده، ما میخواییم که ما را وصل کنید به این شبهای شهادت، ما را وصل کنید به شمه ای از مصیبت هایی که در این شبها به این خاندان وارد شد. ببینید، شب ایام سختی بود، و این سختی را کی بیشتر احساس میکرد؟ ما فکر میکنم که حضرت زهرا بیشتر احساس میکرد، برای که ایشون میدونست که بعد از ارتحال پیامبر چه اتفاقاتی به وقوع میپیوندند، براش خیلی سخت. لذا در اون ایام حضرت زهرا خیلی نگران بود، خیلی ناراحت بود و موقعی که ارتحال پیامبر نزدیک میشد ایشون ناراحت تر میشد. از بس که وقایع و رخدادها تصورش سخت بود، یه بار تبسم بر لبهای زهرا نشست. خیلی عجیب اون لحظه بود که خبر داد پیامبر که تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشوی. و حضرت زهرا احساس کرد که غم مصائب با مرگش، با فوتش از بین میره و او را رها میکنه. با مصیبات اهل بیت و پیامبر باید ما را بیدار کنه و ما تذکر بده که مصیبت اینها برای بیداری ما بوده، برای آگاهتر شدن ما بوده، برای سرمشگیری ما بوده. همیشه وقتی به یاد مصیبت میفتیم، به یاد الگوگیری هم بیفتیم. استاد، شب شهادت هست، دعای بفرمایید. خب دعای ما یک چیز باشه. ببینید، ما یک بعد از اعتصام به قرآن، اعتصام به اهل بیت و معصومین علیه السلام، در بعض از زیارت ها این جمله تکرار شده، ما هم خاضعانه تکرار کنیم: اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد برحمتك یا ارحم الراحمین. استاد عزیز، بسیار لطف فرمودید، شکر میکنم. از همه شما بزرگواران، از همه شما سروران و عزاداران التماس دعای خیر داریم. تشکر میکنیم که تا این لحظه برنامه خودتان دنبال کردین. انشاءالله دو شب دیگر هم با براستان خورشید به صورت زنده و مستقیم
از بارگاه سراسر نور امام علی مرتضی علیه السلام خدمت گزار شما خواهیم بود. اللهم ان هذا منك ومن رسولك ومن حجتك.